آقای نصیرزاده، یه سوال داریم الان برای من پیش اومده در ارتباط با این مسئله دوپینگی که این دو سه تا بازیکن کردن، آقای دکتر هاشمیان ایشون با ما صحبت کردن هفته پیش، اومدن رو خط برنامه اشاره کردن. اصلا این همچین مدلی داریم برخورده با این مقوله دوپینگ، یعنی اخطار بدن، کارت زرد بدن، قرمز بدن، این داریم همچین چیزایی؟ ناخون داریم تو دو چیز آزمایش داره. عرض کنم خدمت شما، نمونه آزمایش رو که نمونه ادرار است میگیرن و الان که دلار یکم تکون خورده اینا، احتمالا نزدیک 600 هزار تومان هزینه این آزمایش هست. توش هم یه ناخون میفته، حالا الان گرون ترش میکنه ناخون خودم گرونه دیگه. عرض میکنم خدمت شما، فیفا 15-16 تا آزمایشگاه رو در جهان رفته باشون قرارداد بسته. ما آزمایشگاه نمونه خودمون رو برای آزمایشگاه کل آلمان میفرستیم. بله. یکی ممکنه برای ژاپن بفرسته، یکی ممکنه برای گینه بفرسته، هلند هست. 15 تا آزمایشگاه است. قراردادی که فیفا با این آزمایشگاه بسته میگه هر آزمایشی که آمد و مثبت شد، علاوه بر اینکه به اون کشور میل میزنید و میگید مثبت شد، باید یه میل هم برای من بزنی و به منم بگی که من پیگیری کنم. آزمایشگاه کل اصلا نمیدونه نمونه کی رو داره آزمایش میکنه، فقط کد داره، مثل برگه امتحانی که سر برگشو میکنن، فقط کد داره 12-13-25 نمونه. اسم نداره. بعد میفرستن میگن که این نمونه، مثلا این ماده درش پیدا شده. که نمونه های رو در واقع روی کیتای آزمایشگاهی میریزن، هر رنگی که پیدا کرد مینویسن. یک مبارزه ای است بین اونایی که داروی دوپینگ میسازن، کاری میکنن که اینا توی کیتای آزمایشگاهی نیفته، از اون ور اونایی که کیت میسازن کاری میکنن که هر کاری شما بکنی ما بتونیم اونو پیدا کنیم. یه مبارزه است بین اونایی که کیت سازن و اونایی که دارو سازن. و به محض این که مثلا میگن که ما ماده متیل اگزامین در این ماده مثلا 4-5 تا بازیکن ایرانی پیدا کردیم، فیفا بلافاصله یه نامه هم میزنه به فدراسیون ایران، میگه که اینو چیکار کردید. به طور قطعی اینا بهشون میگن که ما به اینا اخطار کتبی دادیم و این همین اخطار کتبی به فیفا هم میره و فیفا هم دقیقاً در جریان هست. موضوع اینه که میخوام اینجا بگم محرومیت هایی که قبلا داشتیم خیلی سنگین بوده، با فرض اینکه این افراد دوپینگ کردن باهاشون برخورد کردن، نه با فرض اینکه در واقع اشتباه کردن. بابت همین این داره الان مقایسه میشه با قبلی ها، میگن قبلی ها این اتفاق افتاده. در واقع میخوام بگم که بله، هم اینکه اخطار داریم، همین که در واقع تذکر میدن، همین که محرومیت های کوتاه مدت داره، ولی در واقع چون که قبلا محرومیت های سنگین داشتیم، حالا به نظر میرسه که مثلا این بازیکن اینجوری، اینا از یه پودری استفاده کردن به اسم جک 3D، یعنی 3D بله. که 3 تا لیبل و نوار داره، سبز و آبی و قرمز، و در واقع متفاوته. روی لیبل برچسبی نوشته این پروتئین داره، لیپید داره، کلسیم داره، کافئین داره، و ننوشته که این ماده متیل اگزامین داره. و خود به خود این در آزمایشگاه‌های بسیار بسیار پیشرفته ثابت شده، مشخص میشه. یعنی اصلا مثل این مونه که مثلا من الان شما من یه چای بدید، من اینجا یه چای استفاده کنم، و بعد چای دادن اصلا بچه‌ها به شما، چای شما دوست ندارم، فقط چای ما این چای رو که در واقع به ما میدن، بعد به نمونه آزمون میگم چیز داریم، من که خبر ندارم. ببینید، در واقع یکی از رفتارهایی که فدراسیون فوتبال ایران داره در سازمان لیگ، آقای عزیز محمدی، فدراسیون فوتبال و آقای دکتر هاشمیان، برخورد خیلی خوبشون با پدیده دوپینگه. و به همین دلیل میخوام بگم که فقط چون آرا قبلی یکم سنگین بوده، اینا خیال میکنن که اینا حالا آرا سبک صادر شده، ولی خوشبختانه الان دیگه متوجه شدن. شما تایید میکنید این رأی رو؟ طبیعتا اینجوریه. میدونی ما حتی آرا قبلی رو هم که انتقاد کردیم گفتیم زیاده، حتی جای بخشش هم تو جای دیگه جهان هم همه اختار میدن. دقیقاً همینه. ببینید یه نکته یعنی جالب به شما بگم که نمیدن، شما باید به عمد این رفتار اینتنشنلی باید باشه رفتار. البته اخیرا یه جایی هم که اگر شما دچار غفلت هم شده باشی، خب یه محرومیت هایی داری، ولی رو هم رفته میخوام بگم خدمت شما که این پدیده دوپینگ پدیده ایست که اطلاعات کمی در موردش وجود داره. داروهایی هم که توی کشور است، به خلاف لیبل ها و برچسب هایی که روش زده، ممکنه مواد دیگه هم وجود داشته باشه که در واقع میتونه محرومیت های سنگین ایجاد کنه. بله، فدراسیون جهانی فوتبال از این چیز باید آگاه بشه و به طور قطع به دنبال این که به فدراسیون ایران گفته این نتیجه آزمایش مثبت بوده، شما چیکار کردی، اینها این پاسخ این که ما تذکر کتبی دادیم براشون حتما میفرستن. بسیار خوب.